سلام دوستان، من شاهد علوی هستم از ایران وایر، در خدمتون هستیم برای گفتگوی این چهارشنبه‌مون. عذرخواهی میکنم با دکتر کامر علایی. ببین دکتر کامر علایی رو الان داریم، دکتر کامیار علایی رو ببینیم داریم اینجا که عد بکنیم. هنوز نداریم فکر میکنم، ولی به محض اینکه دکتر کامیار، بله الان دکتر کامیار رو داریم، گفتگو رو شروع بکنیم. مثل هر چهارشنبه گفتگو میکنیم در مورد مهمترین در واقع خبرهای مرتبط با کرونا. بله سلام دکتر کامیار. سلام دکتر کامیار، باید گوشیتون رو برگردونی احتمالاً. عرضی کنم؟ آره، یعنی باید طولی باشه احتمال. ببینم تهتان داره درست میشه اگر کامل بگردونی. چشم. فقط جان، بعضی ها گفتن اگه میشه ضبطش کنیم. بله حتما، چون ممکنه نتونن همزمان بیان. بله گفتگو ضبط میشه. بله دوباره قبلم ضبط کردیم و در واقع قرار دادیم در شبکه‌های اجتماعی ایران و البته در وبسایت هم منتشر شده، در یوتیوب هست. خیلی متشکرم دکتر کامیار علایی، در خدمتتون هستیم برای گفتگوی این چهارشنبه زنده ایران وایر در مورد در واقع آخرین خبرهای کرونا در هفته گذشته و البته وضعیت خاص کرونا در مازندران. دکتر کامیار، ما در هفته گذشته شاید بشه گفت مهمترین مطلبی که داشتیم صحبت‌های حسن روحانی بود که گفت بر اساس آماری که از وزارت بهداشت گرفتم در ایران 25 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند و ایشون گفتن که اگر این ابتلا 35 میلیون دیگه هم شامل بشه بعد از اون دیگر در واقع ما به ایمنی میرسیم و البته گفت ما خواهان این نیستیم و تلاش میکنیم به این نقطه نرسه. بعد از اون یکی از متخصصین در واقع که عضو ستاد کشوری ستاد ملی مقابله با کرونا دکتر محبوب فر اومد گفت که این حرفا یعنی ایمنی گله‌ای و نشون میده که آماری که ارائه میده وزارت کشور، وزارت بهداشت، آمار واقعی تلفات نیست و نتیجه رفتن به این سمت که توش هستیم به تعبیر دکتر محبوب فر دقیقاً حرف ایشون هست، کشتار دست جمعی خواهد بود، این خطرناکه. بفرمایید که ابتدا چقدر به نظرتون آمار 25 میلیونی که حسن روحانی اعلام کرده مقرون به واقعیت؟ من خدمت شما و همه دوستان عزیز در اینستاگرام و همه کسانی که در از هر روش این برنامه میبینم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و مرسی بنابراین برای همه کاری خوبی که شما انجام میدید و ایران وایر داره انجام میده. برای این مسئله که هست یک تغییر سیاسی بود در سیستم بهداشتی ایران نسبت به واقعیت موجود، چون از چند ماه قبل ما در کنار سایر کارشناسان پیشنهاد میکردیم که سعی کنن یک بررسی درست انجام بدن که یک تخمین بهتری از وضعیت داشته باشن. حتی سه ماه پیش پیشنهاد کردن بعد از مطالعه که در نیویورک شد و 14% از مردم ایالت نیویورک مثبت بودند و این 21% از شهر نیویورک بود، گفتیم فرصتی هست که در ایران هم انجام بشه که 2-3 هفته بعدش ابتدا در استان گلستان بود که بین 24-32% بود، شد بعد در آذربایجان در تبریز 16% و بعد گفتن قم و تهران 40% مثبتن. این اعدادی که گفته شده و احتمالاً بهش میگن سرو پریوالنس، یعنی از طریق تست آنتیبادی به صورت رندوم از شهرهای مختلف انجام میشه، هم نکات مثبتی داره هم نکات منفی داره. نکات مثبتش اینه که میتونه یه تخمین کلی به آدم بده، اما مسئله این هست که بر اساس شهری که این کار انجام میشه و شیوع اون عفونت کرونا در شهر ممکنه حساسیت تست متفاوت باشه. به طور کلی حساسیت آنتیبادی بر اساس نوع آنتیبادی که انجام میشه بین 35-83% هست، ولی به طور متوسط حتی ما بگیم که اینا از تست با حساسیت بالا هم استفاده کردن، در شهرهای کوچک یا روستاها که شیوع کرونا ویروس پایین هست در واقع ریلایبلیتی یا دقت تست تا 50% ممکنه پایین باشه. به خاطر همین عدد 25 میلیون به نظر عدد بالایی میاد، اما در این حال وضعیت چیزی که گزارش میده وزارت بهداشت نیست و تخمینی که ما میزنیم حداقل 15 میلیون نفر در ایران مبتلا شدن که این 15 میلیون رو نباید به 83 میلیون تقسیم کنیم، چون که در
این 15 میلیون بیشتر در شهرهای بزرگ هستند. به خاطر همین اگر آمار رو به تفکیک استانی یا حتی به تفکیک شهرها میدادن، خیلی دقیق‌تر ما میتونستیم بگیم که وضعیت چطور هست. چون ما انتظار داریم هنوز روستاها به میزانی که شهرهای بزرگ آلوده شدن آلوده نشده باشن. اما این مسئله مهم، حتی 15 میلیون هم نشون میده دقیقاً حرفایی که ما در ژانویه میزدیم و همه مصاحباتش وجود داره. یعنی یک ماه و نیم قبل از اینکه اولین موارد در ایران گزارش بده، اعلام نگرانی بود که ایران سیاست‌های درستی رو اتخاذ کنه که به این وضعیت نیفته. و در اون موقع ابتدا مسئله رو کم اهمیت جلوه دادن، با آنفولانزا مقایسه کردن، بعد مسئله رو شوخی کردن که منم کرونایی شدم، و بعد اومدن گفتن کسانی که در این زمینه کار میکنن، خیلی پزشکان که زحمت میکشن، اینا یک پروژه در واقع غرب هست و میخوان سیاه نمایی کنن، تا ما میرسیم به هفته پیش که خودشون اعلام کردن. پس نشون میده که تمام دغدغه‌های کارشناسان درست بود. حالا نکته‌ای که وجود داره که اگر شما نگاه کنید در اخبار، در حدوداً اسفند ماه یکم بحثش باب شد، این بود که ایمنی گله‌ای باشه و حتی در اون موقع آقای روحانی گفت حتی ممکنه 2 میلیون نفرم بمیرن. و بعد که بلافاصله ما گفتیم که این اشتباه هست، سیستم در نظر گرفتن ایمنی گله‌ای، که اون در ابتدا هم انگلستان در موردش بحث میکرد، تا جایی شد که خود نخست وزیر هم مبتلا شد و دقیقا دیدن که این سیاست اشتباهی هست. همونطوری که کارشناس محترم اپیدمیولوژیست دغدغه‌اش رو بیان کرده، تمام تلاش یک دولت این هست که مردم به ایمنی گله‌ای نرسن. چون به چه قیمتی؟ به این قیمت که اگر ما بگیم 70% مردم بگیرن، 70% 83 میلیون تقریبا میشه 57 میلیون نفر بگیرن. و چون با خوشبینانه ترین حالت میزان مرگ و میر بر اثر گزارش سنتر فور دیزیز کنترل و پریونشن، مرکز پیشگیری و کنترل بیماری آمریکا، 1 در 250 هست، یعنی 4 در هر 1000، یعنی در 1 میلیون میشه 4000، در 10 میلیون 40000، در 60 میلیون نزدیک 240000 نفر فوت. و الان بر اساس خود گزارش وزارت بهداشت که میگن 14000 نفر، بر اساس گزارش آقای روحانی این عدد باید حداقل 100000 نفر مرگ و میر باشه، که سوال مهم اینه که این 80000 نفر بقیه‌اش کجا هستن؟ و آیا دولت انتظار داره که ما بشینیم و بذاریم 230000 نفر دیگه بمیرن؟ به چه قیمتی؟ و از طرف دیگه مهمترین مسئله که ما داریم این هست که وضعیت الان با وضعیت 5 ماه پیش خیلی فرق کرده. چرا؟ چون 5 ماه پیش ویروس تازه وارد کشور شده بود، شیوعش 0.1% بود، یعنی اگر 1 نفری از ماسک استفاده نمی کرد با 100 نفر تماس مستقیم بود، شانسش 1% بود. اما الان وقتی که شیوع رفته بالای 40% در بعضی از شهرها یا 50%، یعنی از هر 2 نفری که 1 نفر باشون در تماسه یا از هر 3 نفری که 1 نفر در تماسه ممکنه مبتلا به کرونا بوده یا باشه. و چون 35% بدون علامت هستن، 81% هم علائم خفیف دارن، پس ماسک استفاده نکردن یا درست استفاده نکردن یا کوچکترین سهل‌انگاری میتونه باعث بشه که بلافاصله فرد مبتلا بشه. و اهمیتش چیه؟ اینه که در بازده زمانی کوتاه تعداد بسیار زیادی مبتلا بشن و یک بار هجیمی به بیمارستان‌ها وارد بشه. و همون مسئله که ما میدونیم در حوالی آخر اسفند اوایل فروردین در ایتالیا بود، که مجبور بود پزشک بگه که من ونتیلاتور رو به این مریض بدم یا به این مریض بدم، و تعداد زیادی مرگ و میر داشتیم. همین مسئله میتونه به راحتی در دکتر کامیر به این نکته ماسک برمیگردیم، چون مهمه به حال مردم چیکار بکنم. منتها من میخوام اینو بگم که در همین در واقع 2 ماه اخیر یا رؤسای دانشگاه علوم پزشکی یا مقامات در واقع سیاسی مثل استاندار و فرماندار در جای مختلف، گزارشی که من رو دارم مینویسم دارم، در خوزستان، در گلستان، عرضم به حضورتون که در کرمانشاه، در ایلام احتمالاً، حالا باید نگاه بکنم مورد به مورد، آماری دادن از در واقع میزان ابتلا. یعنی اینها بر اساس همین تستای سرولوژی
و اینکه چقدر پخش شده این ویروس، مثلا عدد هایی دادن که این عدد ها خیلی بزرگ بود، یعنی نه اون 10,000 و 15,000 و الان شده 200,000 وزارت بهداشت، که عملا عدد های نزدیک به 1,000,000 بود. مثلا در مورد گلستان یادم هست که استاندار گفت 70% مردم گرفتن، که واسه جمعیت استان مثلا میشد بالای 1,000,000. در خوزستان به همین ترتیب. الان سوال این هست که اون مخفی کاری که دولت میکنه در مورد آمار مبتلایان، طبیعتا نتیجهش اینه که یک مقدار مردم فکر میکنن موضوع اینقدر بزرگ نیست. اما اگر ما میدونیم مثلا آمار تهران رو تا روز آماری که بهش زهرا میده به طور محرمانه و به دست ایران وایر هم میرسه به طریقی، در تهران از اول اسفند، البته بعدا هم عضو شورای شهر خان دکتری که اونجا عضو کمیته سلامت هست و عضو شورای نظام پزشکی اینو تایید کرد که از اول اسفند تا 28 تیر ماه، یعنی در واقع دو روز پیش، 7,169 نفر فقط در تهران بر اساس گواهی فوت پزشکان که صادر کردن بر اثر کرونا مردن. به این ترتیب این عدد باید خیلی بزرگتر باشه و اگر مردم اینو بدونن قاعدتاً بیشتر رعایت خواهند کرد. دقیقاً با شما موافقم و این در واقع بحثی بود که ما همون اوائل گفتیم که باید سیاست‌گذاری در ایران تمرکززدایی بشه و به استاندارها و حتی به شهردارها قدرت داده بشه که تصمیم بگیرن، چون شرایط در شهرهای مختلف متفاوت هست. ولی بلافاصله آقای روحانی مخالفت کرد، اخبارش همه هست، یعنی دو روز قبل از نوروز گفت که نباید اینطوری بشه، باید به صورت متمرکز باشه، ولی الان در این راستا پیش رفتن و هیچ راه دیگه ای ندارن. و دلیلی که شما میبینید استاندارها یا فرماندارها یا رؤسای دانشگاه اعلام میکنن، چون اینها از نزدیک به مردم پاسخگوان و خیلی از اعضای خانواده یا نزدیکان یا دوستانشون درگیر میشن، به خاطر همین بعضی مواقع مجبور هستن که اطلاع رسانی کنن. و این اعدادی که گفته میشه هرچند که ممکنه 100% درست نباشه، اما در بدترین حالت بخوام بگم که اعدادی از شهرستان های کوچیک هم توش قاطی بشه، 50% اون عددی که میگم میتونه واقعیت باشه. مثلا اگر یک جا میگه 1,000,000، حداقل 500,000 نفر مبتلا هستن، یا جایی که میگن 70% یک استانی مبتلا است، حداقل 35% مثبت هست، که میگن بر اساس شیوع در اون منطقه، که ممکنه در مرکز شهر بالای 50% باشه ولی در روستاها ممکنه 30% باشه. ولی اینها نشون میده که قطعا اعدادی که در واقعیت هست حداقل 50 برابر بیشتر از اعدادی هست که خود کشور اعلام میکنه. و به نظر من این یک مسئله بدون کاربرد هست که وزارت بهداشت هر روز میاد یک اعدادی رو توتیوار میگه که این هیچ نوع کاربردی نداره و این اعداد هیچ تغییر نمیکنه. به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه اطلاع رسانی. درسته، به خاطر اینکه همین امروز خانم دکتر سادات لاری اعلام کرد که مجموع جان باختگان به 14,853 نفر رسیده. ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران که خودش عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور هم هست، اعلام کرد که فقط در تهران عددی ایشون اعلام کرد 7,167 نفر تا 29 تیر فوت کردن. خب یعنی منطقا نمیشه پذیرفت اگر در تهران 7,000 نفر هست در کل کشور 14,000 باشه، وقتی میدونیم خوزستان دو هفته است درگیره. میدونستیم قبلا منتشر کردیم که فقط در بیمارستان آبادان 700 نفر تا در واقع بعد 4 هفته از قرمز شدن وضعیت اونجا فقط در بیمارستان آدم فوت کردن. این عدد واقعی نیست. من تو در ادامه این بحث مطرح هست، یعنی کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده، عرضم به حضورتون که، و البته قبلا هم معاون اول وزارت بهداشت اعلام کرده بود، جناب آقای معاون بهداشت اعلام کرده بود که عادی سازی های مسئولین باعث شد که دوباره موج کرونا برگرده. این که ما میبینیم ادامه همون موج اول هست یا یک موج دوم کرونا در ایرانه؟ این کاملا موج دوم هست. حتی شما به آمار خود وزارت بهداشت نگاه کنین، کاش یک راهی بود که من اینو به شما نشون میدادم، من اینو میتونم بعدا براتون بفرستم، که قشنگ نشون میده که این پیک اومده پایین و دوباره رفته بالا. اما مسئله‌ای که وجود داره در ایران برخلاف خیلی از کشورهای دنیا این هست که هیچ وقت قرنطینه به درستی و به صورت متمرکز در سراسر کشور صورت نگرفت، چون شما در همه نقاط
دنیا یک افزایش داشتید، یک قرنطینه بود، کاهش مشخص و بعد بازگشایی دوباره پیک دوم داشتید. اما چون در ایران به قول معروف شل کن سف کن بود، به خاطر همین اعداد رو هم سوار میشه. اینه که یه استان میره بالا، یه استان میاد پایین، وقتی شما این اعداد رو هم میذارین به صورت خطی میبینید. ولی قطعا ما در پیک دوم هستیم و این پیک دوم ادامه خواهد داشت، یعنی به صورت حداقل همینطوری پلاتو، حالا فارسیش یادم رفته، به صورت خطی. مستمر، آره چون خطی اینطوری هم میتونه خط باشه، به صورت مستمر ادامه پیدا خواهد کرد و همونطور که گفتم یک بقول ما به صورت انگشتی شمار حساب بکنیم، اینا که میگن تقریبا 15,000 نفر فوت کردن، بر اساس گزارش هایی که در گذشته بوده 50% از افرادی که مبتلا به کرونا هستن به خاطر بیماری های تنفسی مرگشون اعلام میشه. یعنی این که میگن به خاطر بیماری تنفسی مرد ولو اینکه کرونا داشت، و 50% از افرادی که تشخیص داده میشن توسط سی تی اسکن یا علائم بالینی دیگه تستشون نمیکنن، تست کرونا. یعنی این که هر عددی که ما داریم 4 برابرش باید ضرب بشه. به خاطر همین اگه 15,000 نفر مرگ باشه، شما ضرب در 4 کنین، حداقل 60,000 مرگ به دنبال کرونا باید باشه. و با توجه به CDC که گفتم که 1 در 250 یا 4 در 1000 هست، اگر 60,000 نفر مرگ ما داشته باشیم که این نشوندنه 4 در 1000 باشه، تقسیم بر 4 اشکال میشه 15، ضرب در 1000 اشکال 15 میلیون نفر حداقل در ایران مبتلا هست. بله. خب دکتر، میدونم که شما جلسه هم دارید، ما باید تا ساعت در واقع 9:30 به وقت ایران ببندیم برنامه رو، 14 دقیقه وقت داریم. قبل از اینکه روستان مازندران و اونجا مشخصا بحث بکنیم، در مورد این واکسن این هفته باز خبر تازه ای اومد، گفته شد واکسنی که آکسفورد داره روش کار میکنه میتونه بدن رو تربیت بکنه برای اینکه دفاع بکنه در مقابل این ویروس کووید 19. بعد هم در امریکا ترامپ اعلام کرد ما خبرهای خوبی خواهیم داشت هفته های آینده. خبر در واقع میشه جزئی‌تر بپردازید به این که الان کجا هستین در این حوزه؟ بله، بیش از 100 شرکت هستن در دنیا، در کشورهای خیلی مختلفی دارن روی واکسن کار میکنن. یکی از پیشگامانشون در انگلستان بود، دانشگاه آکسفورد، که در واقع مراحل 1 و 2 رو طی کرد. مرحله 1 این بود که آیا هیچ واکسن اثر منفی روی بدن داره و اگر داره بین سن 5 تا 64 سال چطوره. مرحله دومش اومدن نگاه کردن در جمعیت بزرگتری بیش از 1000 نفر که آیا بالای 65 سال و زیر 5 سال هم که گروه های آسیب پذیر هستن میتونه استفاده بشه، و دیدن بله. و بعد اومدن مرحله بعدی که در واقع جمعیت بزرگتری رو بررسی کردن و ببینن آیا هیچ تأثیری روی سیستم ایمنی داره و آیا میتونه مؤثر باشه، که خوشبختانه در یافته‌هایی که الان اعلام شده تونسته سیستم ایمنی رو تحریک کنه و امید بخش هست. اما هنوز زوده به نظر من، هنوز حداقل 1 ماه دیگه ما وقت میخوایم که ببینیم تا چه حد این سیستم ایمنی بالا برده میشه، و سوال مهمتر این هست که تا چه مدت این سیستم ایمنی بالا میمونه. چون همونطوری که ما میدیم تجربه کردیم ویروس داریم به 6 ماه گذشته برمیگرده، هیچ کسی رو نداریم که مثلا 1 سال ازش گذشته باشه ببینیم هنوز سیستم ایمنیش بالا مونده یا نه. به خاطر همین هنوز زمان میخواد، ولی به هر حال واکسنی که در آکسفورد انجام شده و واکسنایی که در آمریکا انجام شده و اونها مرحله دوم رو طی کردن وارد مرحله سوم شدن امید بخش هست. اما در کنارش هم یک کمی تبلیغات سیاسی هست که زودتر بخوان مردم رو خوشحال کنن، چون با توجه به اینکه هدف ما این هست که 70% جامعه باید واکسینه بشن، و یعنی از 7 میلیارد جمعیت دنیا حداقل 5 میلیارد باید واکسینه بشن، در بهترین شرایط این مراکز تحقیقاتی تا 500 میلیون VR رو میتونن آماده کنن در 1 سال آینده. به خاطر همین ما حداقل به 10 نوع واکسن احتیاج داریم که بتونن همزمان ارائه بشن که در زمان 1 سال همه رو پوشش بده. یک سوال اومده، البته به نظرم چون مهمه کمتر بهش پرداخت تو رسانه ها، من میگم بعد اون 10 دقیقه آخر رو مازندران. گفته شده که وقتی شما کرونا میگیری و درمان میشید، یعنی از تخت پا میشید، گفتن یه حالتون خوبه الان دیگه،
آیا باز فرد میتونه ناقل باشه یا نه؟ سوال خوبیه. ناقل بودن رو نباید ارتباط داد به علائم بالینی. چرا؟ چون فرقی که ویروس کرونا داره و اهمیت داره این هست که فرد وقتی که مبتلا میشه تا وقتی که علائم پیدا بکنه ممکنه 3 روز 4 روز طول بکشه و در این چند روز میتونه به راحتی بیماری رو ایجاد کنه و تا 80% از افرادی که مبتلا میشن در همین چند روز اول مبتلا میشن. این یک نکته. دوم، 35% از افراد هیچ گونه علامتی ندارن، به خاطر همین به راحتی میتونن انتقال بدن بدون علامت. سوم، 81% علائم خفیف مثل سرماخوردگی دارن. ما سالی یکی دو بار سرما میخوریم، به خاطر همین به علائم شما نباید ارتباط بدید. چهارم، اگه فردی مبتلا شد و دچار علائم شد و بیمارستان بستری شد ممکن هست که وارد مراحل شدید نشه و زود مرخص بشه. به خاطر همین طی دور بیماری 2 هفته تا 3 هفته طول میکشه، حتی تا 23 روز. پس اگر من گرفتم امروز پس فردا رفتم بیمارستان 3 روز بعد مرخص شدم به خاطر اینکه بار بیمارستان کم بشه، نشان دهنده این نیست که من خوب شدم و حداقل تا 21 روز من باید قرنطینه باشم. 21 روز از روز اولی که علامت پیدا کردم و اون علامت به خاطر کرونا بود. به خاطر همین ما باید خیلی دقت داشته باشیم که به راحتی میتونه بیماری منتقل بشه. یعنی بعد از اون 21 روز دیگه این خطر انتقال وجود نداره. خطرش خیلی کم هست، چون گفتم مواردی حتی 23 روز هم بوده، ولی 21 روز به نظر من عدد سیفی هست. 2 هفته، ولی عملا 3 هفته به نظر من بهترین عدد. بله. بریم رو مازندران. دکتر، میدونیم که مازندران در اسفند و فروردین هم وضعیت بسیار نامطلوبی داشت. نماینده ویژه داشت وزارت بهداشت اونجا برای بررسی گیلان و مازندران و بعد هم در اردیبهشت و خرداد بهتر شد، مثل اون استانایی که در واقع پیک اول داری شده مون تا دوباره وضعش قرمز شد. الان یه هفته از وضعش قرمزه، تعداد بستری ها بسیار بالاست. من میتونم نگاه بکنم عدد رو بگم. با این وضعیت سوال اینه چرا مازندران، چرا گیلان نه؟ گیلان هم داره البته میبریم که بالا، اما قابل قیاس نیست با مازندران. چرا؟ آیا این دلیل در واقع آب و هوایی داره، مسئله مسافرت ها هست، سبک زندگی هست؟ سوال خیلی خوبیه و به نظر من نیاز به یک تحقیق دقیق داره که به راحتی هم میشه انجام داد. اگه کسی علاقه من باشه حتی میتونیم پیشنهاد کنیم چه کاری باید انجام بده که دقیقا سوال شما بهش جواب داده بشه. اما همونطوری که میدونیم تاریخچه‌ای که در 6 ماه گذشته داشتیم، در ابتدا وقتی که ویروس از قم شروع شد ما توصیه کردیم که پروازها کنسل بشن از چین، که نشد، یا حداقل گفتیم قم قرنطینه بشه که خود در واقع وزارت بهداشت هم توصیه کرد، اما به خاطر ملاحظات امنیتی بلافاصله حرفشون رو پس گرفتن. به خاطر همین از قم به استانهای مجاور مثل تهران و استان مرکزی و بعد استانهای شمالی در واقع انتقال پیدا کرد. و اگر یادتون باشه در عید که دغدغه ما این بود که سعی کنن مرزها بسته بشه که سفرهای نوروزی صورت نگیره، اما متاسفانه این مسئله صورت نگرفت و 8 میلیون اگه یادتون باشه جابجایی ما داشتیم و همین مسئله باعث شد، چون اکثر افرادی که در تهران هستن به شمال میرن، پیک اول رو داشته باشیم. و به دنبال اون هم هر چند وقت یک بار به خاطر مراسمی که بود که ما بهش میگن لانگ ویکند، یعنی 3-4 روز تعطیل بود، تعطیلات مختلفی ما داشتیم که در واقع نزدیک 15 خرداد، 14 خرداد و بعدش هم بعد از اون باعث شد که دوباره در یک زمان کوتاه تعداد زیادی به شمال مسافرت کنن و پیک های بعدی ایجاد بشه. و الان هم ما برمیگردیم به تابستان و میدونید خیلی از مردم دیگه کرونا رو جدی نمیگیرن، سفرهای معمول به خاطر اینکه الان هم بزرگراه ایجاد شده به راحتی مردم به استان مازندران راحت تر میرن تا استان گیلان. به خاطر همین این یکی از علت ها هست که ممکنه استان مازندران پذیرای مهمانای بیشتری از تهران باشه نسبت به گیلان. از طرف دیگه هم ممکن هست مطالعاتی شده در ژاپن، چون یکی از سوالات مهم این هست که چرا ژاپن که نزدیک چین هست و کره جنوبی نسبت کمتری گرفته باشه. دلایل مختلفی گفتن، یکی از دلایلش برمیگرده بعد از آنفلانزای اسپانیایی که رعایت کردن از ماسک رعایت کردن، ولی یکی از چیزهایی که بحث شده نوع خون هست، گروه خونی یا زیر مجموعه اون هم مطرح هست، ولی اینها باید بررسی بشه.
که آیا این هم میتونه در کنار نزدیکی استان مازندران به تهران فاکتور دیگه ای باشه که مردم کمتر گرفته باشن، ولی میگم اینها رو نمیشه دقیق گفت مگر اینکه آزمایش شد. ولی آب و هوایی هم زیاد تأثیر نداره، همونطوری که قبلا هم گفتیم، نه گرم بودن آب و هوا خیلی تأثیر گذاره، بله بالای 30 درجه شدت انتقال کم میشه اما همچنان وجود داره. به خاطر همین ما در استانهای جنوبی مثل خوزستان و هرمزگان و اینها یا ایالتهای جنوبی آمریکا مثل تگزاس و فلوریدا و جنوب کالیفرنیا ما میبینیم شدت بیماری در حال افزایش است در فصل تابستان. درست. الان من دید آمار رو سید عباس موسوی رئیس دانشگاه مازندران در واقع دیروز اعلام کرد که فقط در یک 24 ساعت 339 نفر بیمار بستری شدند در خط استان و الان بستری های کرونا در استان مازندران یعنی تا دیروز نه امروز رسید به 1659 نفر. در این وضعیت تو این وقت کمی که باقی مونده وقتی مردم مجبورن برن سر کار، حکومت در واقع کار حمایتی چندانی نمیتونه بکنه یا میگه نمیتونم یا در واقع اراده‌ای برای انجامش نیست، چقدر این داستان ماسک که این روزها روش تاکید میشه، مرتب گفته میشه، شما چندی بار اشاره کردید، میتونه من این رو که ناچارم دست فروشی بکنم، سر کار برم، کارمندم، به شکلی مجبورم حضور داشته باشم، چقدر منو حفاظت میکنه؟ فقط ماسک من مطرحه یا طرف مقابل باید ماسک بزنه؟ به نظر من باید همه ماسک بزنن، چه اون کسی که علامت داره چه اون کسی که علامت نداره، و هر کسی که با ما در تماس هست فکر کنیم کروناست، به جای اینکه بگم مگر خلافش ثابت بشه، حتی اگه خلافش هم ثابت بشه، چون تست هایی که در ایران هست حساسیتش 60% هست، به خاطر همین 40% ممکنه بگن که مبتلا نیست ولی مبتلا باشه. اگر هر دو طرف ماسک استفاده بکنن شانس انتقال به زیر 1% کاهش پیدا میکنه. به خاطر همین به نظر من با توجه به این که دولت رها کرده مسئله رو، ما خودمون مسئولیت داریم که از ماسک استفاده کنیم، از ماسک درست استفاده کنیم و دستامون رو بشوریم، و واقعا اگر این کار به درستی انجام بشه به راحتی میشه کنترل کرد. شما نگاه کنین هنگ کنگ کنار چین هست ولی ما این وضعیت رو نداشتیم، تایوان کنار چین هست، با همین رعایت کردن ماسک و دست شستن تونستن کنترلش کنن. یه سوالی اومده، البته فکر میکنم جوابش هست، منتها چون اصرار کرده من میپرسم، میگه که آیا سردرد و علائم بیحالی هم میتونه نشانه باشه برای کرونا یا خیر؟ ببینید خیلی علائم میتونه باشه ولی غیر اختصاصی هست، چون غیر اختصاصی هست ما به هیچ عنوان نباید رو اینها تاکید کنیم چون از اون ور میافتیم، چون ما مشکلی که داریم نگرانی های به دنبال کرونا منزوی شدن، مسائل روحی روانی نام خیلی مهم هست. تنها توصیه که من میکنم این هست که هر کسی اگر سرفه خشک آزاردهنده داشت و تب داشت و تنگی نفس، مخصوصا وقتی که حرف میزنه حرفاش بریده بریده بشه، این باید نگران باشه. در غیر این صورت نباید نگران بود، چون همونطوری که میدونید اگر زیر 65 سال هستید، بیماری زمینه ای ندارید، خدای نکرده اگر کرونا بگیرید، شانس مرگ و میرش بسیار بسیار کمتر هست. حتی در مطالعات در واقع 1 در 500 هست، یعنی 2 در 1000 میزان مرگ و میر زیر افراد 45 سال. اشاره کردن که گروه خونی خاصی، من یک دو دقیقه وقت داریم، گروه خونی خاصی هم داریم که احتمال ابتلا توش بیشتر باشه یا کمتر باشه؟ همینه دیگه، مطالعاتی شده بعضی گروه ها رو شناسایی کردن که کمتره و بعضی ها بیشتره، ولی کلن میگم مثالی که من همیشه میزنم، میگم که اگر شما در یک جمع 100 نفره باشید و بگن که شانس این که آجر به شما بخوره 1% و یک فرد آجر رو پرت کنه، شما وای میسی میگی بابا 1%. به خاطر این میگم که اگر بگیم گروه خونی، یه فرد میگه آها من این گروه خونی رو دارم پس من نمیگیرم. به خاطر من این اسما رو نمیگم که باعث نشه که مردم کمتر توجه کنن. خب بسیار سپاسگزارم، ما متاسفانه کمتر از 30 ثانیه وقت داریم و شما هم میدونم شما ساعت 9:30 به وقت ایران یه میتینگ دیگه دارید. دوستان عزیز شما سپاسگزارم برای اینکه بیننده برای ما بودید، لطفاً سوالتون رو بفرستید، ما هفته آینده هم در خدمت دکتر آرش علایی خواهیم بود برای بحث در مورد آخرین خبرها و در واقع برای بحث در مورد استان فارس که اون هم وضعیتش قرمز شده چندین روزه. تا دیداری دیگه از چهارشنبه آینده ساعت 9 شب به وقت تهران، برای همه آرزوی سلامتی و بهروزی میکنم. خدا نگهدار. منم از شما و همه دوستان عزیز تشکر میکنم و اگر سوالی داشتین بفرستین، خوشحال میشم در وقت مناسب پاسخ بدم. خدا نگهدار.